وزارت امور زنان به منظور بلند بردن نقش سیاسی زنان در کشور کنفرانس سروزه ای را روز دوشنبه در کابل برگزار کرد. در این کنفرانس برخی از مقامات حکومتی، اعضای ولس جرگه، اعضای جامعه مدنی و نماینده های برخی از نهادهای دیگر اشتراک کرده بودند. دلبر نظری وزیر امور زنان گفت هدف از برگزاری این کنفرانس دعوت از احزاب، سازمان های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی است تا در پیوند به چگونگی بلند بردن نقش سیاسی زنان به تفاهم برسند. هدف نشست ما همی بود که تمام احزاب سیاسی، نهادها، سازمان ها بشینن به یک تفاهم برسن که چطور میتونن در این قسمت برای رشد خانم ها، برای تقویت خانم ها کار کنن. تنها به نام نباشه زن در سازمان های سیاسی، در سازمان های اجتماعی، در نهادها زن به نام نباشه. خانم نظری افزود که خشونت علیه زنان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. در این کنفرانس روی به دست آوردن حقوق زنان و برخی موضوعات دیگر بحث شد. در این حال فوزیه کوفی عضو ولس جرگه که در این کنفرانس حضور داشت در مورد حقوق زنان چنین گفت: شما بحث زنان را وقتی میگین باعث یک آجندای ملی بسازین، آجندای ملی تنها زن و خشونت نیست. آجندای ملی زن و امنیت است، آجندای ملی زن و اقتصاد است، آجندای ملی زن و سیاست است. اینا را همیشه باید زنان توانمندی پیدا کنند که وارد شوند. اگر شما منتظر از این باشین که فضا برای شما مساعد میشه تا احزاب بسیار خوب ساخته شه و بعد از او شما وارد شوین، این فضا مساعد نمیشه. خانم کوفی گفت که باید به زنان در هر بخش زمینه کار فراهم شود، چون به باور وی زنان نیز توانایی کارهای پیشرفته را دارند. موضوع حقوق زن در افغانستان یکی از موضوعات مطرح در این کشور است، چون افغانستان یک کشور جنگ زده است. در کنار سایر مشکلات زنان نیز از حقشان محروم مانده اند. حکومت افغانستان همواره گفته است که برای تامین حقوق زنان در این کشور تلاش های جدی را انجام می دهد.